با افتخار در کنار شما هستیم. در خصوص ناامیدی و افسردگی در دوران سالمندی قرار هست صحبت بکنیم. ما مهمان عزیز ما سرکار خانم حسنی عزیز هستن. سلام بر شما خانم حسنی، وقت شما بخیر. سلام و روز بخیر خدمت شما خانم حسینی و خدمت تمام بیننده های خوب برنامه روی خط زندگی. خوشحال هستم در خدمتتون هستم. لطف دارین، ما خوشحالیم از حضور شما در برنامه. خانم حسنی عزیز تشکر از اینکه قبول زحمت کردین. دیدامه بحثایی که کم سکتگی هم البته ایجاد شد در بحث روانشناسی سالمندان، تعریفی داشتیم از دوران سالمندی، ویژگی های دوران سالمندی رو بررسی کردیم و یکی از موضوع ترس از سالمندی هست که ممکن هست قبل از اینکه ما به دوران سالمندی برسیم ممکن است طرز تجربه بکنیم. یکی از اختلالات روانی مثلا ناامیدی هست. اما میتونم بگیم که هر فردی ممکن هست ناامیدی رو در هر مرحله زندگی خوش احساس بکنه. اگر با شکستی مواجه میشیم، با مریضی مواجه میشیم یا مشکلاتی رو در زندگی خود ما میبینیم، او حس ناامیدی و شکستگی رو در وجود خود ما احساس میکنیم که اگر فکر میکنم به صورت موقت باشه و بتونه یک تلنگری باشه برای اینکه قوی تر بلند شیم که خوب هست، وگرنه اگر به صورت دوامدار ممکن است فرد از پا بیاندازه و بیشتر روابط اجتماعیش مختل بسازه، از زندگیش از حالت عادی بیرون بکنه. این مسئله ما در سالمندان هم داریم. سالمندان ما خب با توجه به شرایط سختی که میگذارنم، خصوصا سالمندان عزیز ما در افغانستان، یقینا شرایطشان مشکل تر هست نسبت به سالمندان سایر کشورها. این حس شاید بیشتر از دیگر سالمندان سایر کشورها احساس بکنن و اگر خدای نکرده مثلا خانواده ها بدرفتاری بکنن یا کسانی که مسئول نگهداری از سالمندان هستن رویه خوبی نداشته باشن یا ارتباط خوبی نتونن با سالمند برقرار بکنن، سطح این ناامیدی متأسفانه بالاتر میره. اگر شما موافق باشین در خصوص ناامیدی در دوران سالمندی یک اشاره داشته باشین. بله خانم حسینی، خب قسمی که شما گفتین اجتماع یا جامعه که ما زندگی میکنیم، شرایط طوری است که هر سالمندی میتونه که دچار ناامیدی و افسردگی شوه. طی سنین مختلف افسردگی، خب امکان داره آدم در هر سن و سالی که باشه دچار افسردگی شوه. حتی ما نوزاد افسرده هم داریم، از نوزادی گرفته حالا هر مرحله سنی رو که بگیریم میشه که آدم دچار ناامیدی و افسردگی شوه. ولی خب جالب اینجاست که در دوران سالمندی از افسردگی به عنوان سرماخوردگی روانی یاد کردن، یعنی اینقدر شایع است در بین سالمندان که از افسردگی یا ناامیدی به عنوان سرماخوردگی روانی یاد کردن. سالمندان خیلی در معرض افسردگی قرار دارن و متاسفانه خیلی خوب جدی نمیگیرن فامیلا. اکثرا فکر میکنه که افسردگی، گوشه‌گیر شدن، حالا مثلا شوق و ذوق زندگی را از دست دادن جزی از روند پیری است. یعنی میگه هر کسی که پیر میشه خب این طبیعی است دیگه که خیلی از خیلی چیزا لذت نبره، علایق خود از دست بده. یعنی عادی نیست. بله، اکثرا همین فکر دارن، میگن خب چون پیر شده عادی است بی علاقه باشه، چون پیر شده عادی است منزوی شده باشه. داله که رقمی نیست. و چرا به این میگن که سرماخوردگی روانی؟ چون خیلی زیاد شایع است، به خاطر که خیلی چرا زیاد خیلی شایع شده. چرا مثلا کسی نمیخواد که پیگیری کنه، کسی نمیخواد که در پی درمانش برای میگه که حالا خب چون پیر شده افسردگی میه همراه پیری. نه، این طبیعی نیست. نمیشه که صرفا چون سن سال آدم بالا میره آدم پیر میشه حتما باید افسرده شه. اگه ما پیشگیری کنیم، اگه ما سبک زندگی خوب و سالم داشته باشیم، مجبور نیستیم در پیری با افسردگی یا با ناامیدی دست و پنجه نرم کنیم. خب عواملی که باعث میشه که افسردگی در سالمندی خیلی بروز پیدا کنه، همین قسمی که شما گفتن عوامل اجتماعی است، سطح سلامت جسمانی خود فرد است، روابط میان فردی، خانواده خیلی نقش مؤثر داره. چون در دوران پیری آدم ها اکثرا احساس بیارزش بودن میکنه، احساس اضافگی بودن میکنه، چون دیگه خیلی نفع و فایده ای برای خانواده نداره، احساس میکنه سربار خانواده است. با وجود اینی رقم حس ها، اگر ما خانواده خوب و حامی نداشته باشیم، اصلا میتونم 100% بگوییم که سالمندان ما دچار افسردگی شوه هیچ جای شک وجود نداره، افسرده میشه. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم که ببینیم، خب چون سالمندان ما اکثرا
شاید وضع اقتصادی خوبی نداشته باشه. حالا چون وضع اقتصادی خوبی ندارن، حس میکنن که احتیاج محتاج فرزندان خود شدن، سربار فرزندان خود شدن. اینا ناامیدی رو در اینا بیشتر میکنه. خانواده خیلی نقش مهم میداره و ما میخواییم به خانواده عزیز ما از طریق برنامه خوب شما بگوییم که متوجه سالمندان زندگی خودمان باشیم، گوشه گیریشان خیلی عادی فکر نکنیم. حالا چون پیر شده گوشه گیر شده، چون پیر شده اشتهای خوردن نداره، چون از علائم افسردگی و ناامیدی گوشه گیر شدن است، فرد از خورد و خوراک مثل قبل لذت نمیبره، اشتهایش خراب میشه، خواب نامنظم میداشته باشه، یا اکثرا قدر میخوابن که طول روز شب همش در خواب سپری میکنن، یا یه قدر خوابشان کم میشه که دست به دامن قرصای خواب آور میزنن، مجبور هستن دارو استفاده کنن تا خوابشان ببره، یا مثلا خیلی غمگین میشن، هیجاناتشان نوسان پیدا میکنه، بیشتر گریه میکنن، بیشتر مثلا حالا در یک گوشه میشینن، به یک گوشه زل میزنن، دوست ندارن از اتاقشان بیاین بیرون. خب اگه به اینا ما توجه کنیم، اینا همه نشانه ها و علائم افسردگی است. اگه توجه کنیم، جدی بگیریمش، میتونیم به فرد کمک کنیم. جالب اینجاست که در سالمندی افسردگی خیلی نمیشه که خیلی مثلا جدی نگیریم، چون اکثر سالمندان در اوج افسردگی و ناامیدی دست به خودکشی میزنن، اقدامات بسیار خطرناکی میکنن و همی که دیدین اکثر سالمند با دارو درمان خود اهمیت نمیتن، شق میکنن، میگن دکتر نمیریم، ما عمرم تمام شده، خیلی به مرگ و مردن فکر میکنن. اینا همه علائم افسردگی است، طبیعی نیست. باید به این علائم و نشانه ها توجه کنیم و تا بتونیم به سالمند خود کمک کنیم. نکته قابل توجه در حرفای شما یه بود خانم حسنی، که ای که این باور که یک سالمند شوق و ذوق خود از دست میده برای ادامه زندگی یک روند طبیعی هست، اشتباه هست. بله خیلی فرد درست شما می هست خانم حسنی، انسان ها فطرتاً خود دوست دارن، فطرتاً علاقه دارن که زیبا باشن، سالم باشن، زندگی خوبی داشته باشن، مفید باشن، و در قدم اول دوستی خودشان است، خود دوست دارن، و بدون این مثلا با در نظر گرفتن این مثلا ای که فردی ذوق و شوق زندگی رو نداشته باشه، حتما این سری علت هایی داره که به گفته شما ممکن هست ناامیدی و افسردگی باشه. دو واژه‌ای که کنار هم استفاده کردیم امروز، ناامیدی و افسردگی، یکی عامل دیگری هست، یعنی ناامیدی باعث میشه که یک فرد دچار افسردگی بشه یا نه در درون افسردگی ناامیدی وجود داره؟ بله خب ناامیدی ما میگم که شروع و ابتدای افسردگی است. حالا درون خود افسردگی دنیایی از ناامیدی وجود داره، ولی خود ناامیدی شروع افسردگی است. اصلا مثلا وقتی که ما ببینیم علایم ناامیدی رو در یک بزرگسال خود، در یک سالمند خود ببینیم که حالا خیلی مثلا خود دست کم میگیره، خیلی شوق و ذوق زندگی نداره، به خود اهمیت نمیده، از دیگر فاصله میگیره، یعنی ناامید است، از یک چیز رنج میبره. اگر ما پیشگیری کنیم، از یک مشاور روانی کمک بگیریم، یا بشینیم و درد دلایشون گوش بدیم، امرایشون حرف بزنیم، بیشتر به اونا توجه کنیم، خب شاید بتونیم از اینکه طرف دچار افسردگی شوه پیشگیری کنیم. ولی خب همین ناامیدی شروع افسردگی است. خود افسردگی هم دنیای ناامیدی. درست. یعنی اولین قدمش مثلا ناامیدی هست. اما اینکه چه افکاری به سالمند این هدایت میده که به سمت ناامیدی و افسردگی بره، خودش قابل بحث است. بله. گاهی وقتا میبینیم که شرایط در ظاهر خوب هست، مشکلی وجود نداره، خانواده پیگیر هست، خانواده مسئولیت پذیر هست، توجه میکنه، درد دل میکنن با هم دیگه، نظرشان رو میخواین، چون ما به این باور هستیم که سالمندان ما کوهی از تجربه هستن. اما سالمند ما با خودش افکار مریضگونه ای داره و در واقع بارها با خودش تکرار کرده و گفته و این برش الهام شده، الهه شده در ذهنش که من یک فرد هستم که مفید نیستم، یا مثلا وجود من ضروری نیست، من سربار هستم. این گونه افکار برای ایجاد ناامیدی و افسردگی در سالمندان چگونه بررسی میشه و خود سالمند چگونه با این افکار میتونه مبارزه بکنه؟ بله خب بیشترین آمار افسردگی بین سالمندانی دیده شده که در طول زندگی خیلی زندگی موفقی نداشتن.
حالا نمیگم فقط مثلا از لحاظ اقتصادی خیلی موفق نبودن، سرمایه دار نبودن، از لحاظ اجتماعی نه، سالمندانی که تصمیمات اشتباه در مورد فرزندان خود گرفتن، سالمندانی که در طول زندگی تصمیمات اشتباهشان باعث شده خانوادهشان آسیب ببینه، اینا بیشتر دچار افسردگی میشه. خب دوره سالمندی دوره است که آدم تقریبا دیگه نصف راه زندگی را رفته. وقتی که در دوره تقاعد و سالمندی بازنشستگی هستی، میشینه حساب کتاب میکنی، میگه که این چند سال که ما زندگی کردیم چی کارها کردیم. خب بیشتر به قول شما اگه خانوادم خیلی دوره سالمندی توجه کنه، به سالمند خیلی رسیدگی کنه و اینا، افکاری که خودگویه ها و افکاری که با خود داره نمیتونه او را از شر افسردگی نجات بده، مخصوصا سالمندانی که در طول زندگی زندگی خیلی خوبی نداشتن. اکثر والدینی که تصمیمات اشتباه به خاطر دختران خود گرفتن، حالا یا به زور شوهرشان دادن یا از تحصیل باز داشتشان یا هر تصمیمی دیگه، یا در مورد پسرشان، بیشترین اثر که روی تشدید شدن افسردگی در دوره سالمندی میگذاره همین تصمیمات اشتباه والدین به خاطر اولادایشان است. هر قدر ببینه که تصمیمات خوبی در مورد فرزندانشان گرفته، بیشتر فرزندانشان را به یک جایی رسانده، فرزندان موفق تر داشته باشند، در دوره سالمندی خب اینا از لحاظ روحی قوی تر هستن. میگه وظیفه ما از طول این قدر سال، وظیفه ما من حیث یک پدر، من حیث یک مادر خیلی خوب انجام دادم، تصمیمات درست گرفتم در زندگی. حمایت خوب فرزندان، پرستاری خوب فرزندان شاید بتانه که حالا مثلا مانع افسرده شدن سالمند شد، ولی در نهایت خودگویه ها، نشخوار فکری، کارهایی که در طول زندگی خود سالمند کرده باعث میشه که افسرده شود. حالا اینا بی تاثیر نیست، روی هم تاثیر میگذاره. یک سالمند خیلی روند زندگی خوبی داشته، کارهای خیلی خوبی کرده، مفید بوده، بازم اگر در دوره سالمندی خانواده حامی نداشته باشه دوباره دچار افسردگی میشه. این در هر صورت حمایت خانواده خود نقش اساسی داره. در تکمیل حرف شما بگم، اون حس گناهی که ممکن است در سالمندی ایجاد بشه، سالمند دچار ناامیدی و افسردگی میکنه. مثلا نشخوار فکری که شما اشاره کردین یا خودگویه ها، یکی از اون مسائلی هست که در زندگی همه افراد وجود داره. ما هر تصمیمی که میگیریم، هر کاری که انجام میدیم، حالا یا قبلش یا بعدش میشینیم به خود فکر میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم و میگیم خب یعنی ضرر داشت یا این فایده را داشت و این افکار از ذهن ما پاک نمیشه. ولی ادامه زندگی با مسئله ناامیدی فکر میکنم خیلی سخت هست. خانم حسنی عزیز، در حالت ظاهریش اگر ببینیم، یعنی هر صبح که یک فرد بیدار بشه و هیچ انگیزه ای برای ادامه زندگی نداشته باشه، و یقینا اولین درد در قفسه سینه خودش احساس میکنه، یک بغضی که نه میره پایین نه تبدیل به گریه میشه و خیلی از حالات روحی روانی دیگری که ممکن است یک فرد او را احساس بکنه. صحبت کوتاه در مورد این باشه که سالمند در این قسمت هیچ کمک از طرف دیگران نمیتونه دریافت بکنه، درست است؟ در مورد نشخوار فکری یا خودگویه هایی که داره، مگر اینکه خودش به کمک خودش بره و خود دور بسازه از اون نشخوارهای فکری و اون افکار منفی که ممکن هست او را دچار ناامیدی بکنه. در مورد این میخوایم صحبت بکنیم، اما امکان اشاره میکنیم که یک میان برنامه ببینیم. شما در ادامه در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از همراهی شما بزرگواران. وقفه آماده هست، با همراهی شما میبینیم، برمیگردیم. در کنار شما هستیم، در خصوص ناامیدی و افسردگی در سالمندی صحبت میکردیم و یکی از اون مسائلی که باعث ناامیدی و افسردگی در سالمند داره میشه، مسئله افکاری هست که سالمند بارها و بارها با خود مرور میکنه و با خود بیان میکنه و به گفته خانم حسنی نشخوارهای فکری هست که هر روزه میتونه روی روحیه و روان فرد سالمند تاثیرگذار باشه. خانم حسنی عزیز، برای رهایی از این افکار منفی که باعث ناامیدی و افسردگی میشه، که یقیناً غرق شدن در این منجلاب خیلی میتونه سخت باشه برای فرد، چی هست؟ چگونه میتونه به خودش کمک بکنه که از این افکار دور شود؟ بله، خب خانم حسینی، نشخوارهای فکری حالا جدا از دوره سالمندی، در هر دوره میتونه که آدم نشخوارهای فکری داشته باشه، قسمی که شما گفتین. حالا یک حسابی است که آدم میشینه دو تا چهار تا میکنه، سود و زیان یک موضوع رو میسنجه که تصمیمی درست بگیره. خب این که
حالا خیلی بد نیست، یعنی نمیتونیم بگیم خیلی آسیب میزنه، ولی بعضی وقتا آدم تصمیمات اشتباهی را در زندگی میگیره، کارهای اشتباهی را انجام میده، یا حالا یک فرد دیگه ای همین کارهای اشتباهی را در زندگی ما بر ما میگیره، ما نمیتونیم از خود حمایت کنیم، نمیتونیم دفاع کنیم، تصمیم میگیره، ماجرا اتفاق میفته، ما یک عمر دیگه با نشخوار فکری زندگی میکنیم، با اینکه هی خودم علامت میکنیم چرا من اینی کارو نکردم، چرا یه اجازه را دادم. طبیعتا سالمندانم اصلا از این ماجرا به دور نیستن، چون خب وقتی که میشینن یک عمر زندگی خود حساب کتاب میکنن میبینن، مخصوصا اونایی که خیلی اشتباه کردن در طول زندگیشان، یا به قول شما در دوره سالمندی با حسرت و آه زندگی میکنه، کاشی کارا میکردم، کاشی کارا نمیکردم، بیشتر آسیب میبینه، چون هر قدر نشخوار فکریش بیشتر باشه، هر قدر بیشتر خود قضاوت کنه، متهم کنه، همون قدر آسیب میبینه، همون قدر مثلا حس تنفرش نسبت به خودش زیاد میشه، احساس گناهش زیاد میشه، در مقابل دیگران خودم علامت حس میکنه و احتمالی که اصلا اقدام به خودکشی کنه خیلی زیاد میشه. برای زی که بتونه از نشخوارهای فکری خود نجات بده، به تنهایی نمیتونه، حالا چون سالیان سال با اینی افکار زندگی کرده، قطعا باید از یک مشاور روانی کمک بگیره، تای جلسات درمان، حالا مشاور سعی میکنه افکارش به چالش بکشه یا به درد دلایش گوش بده، افکار مثبت و افکار منفیش جایگزینی، افکار مثبت جایگزینی افکار منفی کنه برش، یا طوری برش بفهمانه خب که حالا آبی است که رفته و بر نمیگرده، حالا تو با این نشخوارهای فکری، با این همه سرزنش کردن خودت نمیتونی چیزی را تغییر بدی. قطعا باید از یک مشاور روانی کمک بگیره و بدون، و من فکر میکنم بدون یک متخصص کسی دیگه هم نمیتونه کمکش کنه، چون فکر ما خیلی به آسانی تغییر نمیکنه اکثر، و وقتی که ما محکمه دایر میکنیم، خود ما قاضی میشیم، خود ما مجرم حساب میکنیم، اکثر مواقع خیلی قاضی بیرحم و قاضی ناعادل هستیم، اکثرا موقعیت ها رو نمیسنجیم، خب شاید میشد که در این موقعیت من بهتر از این شاید نمیتونستم تصمیم بگیرم، شاید خب شرایط طوری بود که من مجبور بودم این تصمیم رو بگیرم، شاید نمیفهمیدم سطح خرد و آگاهی را که مثلا حالا در سن و سال دارم، شاید دو سن و سال نداشتم نمیتونستم، خب اینا رو خیلی آدم نمیبینه وقتی خود قضاوت میکنه، مخصوصا در دوران پیری که خیلی آدم ها شق یک دنده میشه، هیچ اشتباه برشان قابل پذیرش نیست. خب اینی رقمی اگر از یک مشاور یک متخصص کمک بگیره، موقعیت ها رو برش سعی میکنه که بشناسانه، سعی میکنه درکش کنه در اون موقعیتی که اونوش تصمیم اشتباه گرفته، می حساب کتاب میکنه میبینه ببین چند فیصد موقعیت خراب بوده، چند فیصد تو خودت ملامت بودی، چند فیصد تو تحت فشار اینی تصمیم گرفتی، چقدر مثلا خودت خودخواسته اینی تصمیم گرفتی، وقتی ببینه مکمل ملامت نیست، 100% نقش خیلی مثلا مؤثر روی اینی تصمیم اشتباهی گرفتن نداشته، حالش خیلی بهتر میشه، میتونه با خود به یک صلح نسبی برسه. به نظر ما بهترین راه کمک گرفتن از یک مشاور روانی، از یک متخصص است. بسیار خب، خیلی نکته خوبی را اشاره کردین که انشاءالله این فرهنگ بین مردم ما جا بیفته که هر کسی که پیش روانشناس میره یا مشوره میگیره 100% مشکل روانی نداره، خدای نکرده. ما انسان ها به گفته شما دامنه افکار ما خیلی وسیع هست، ممکن است خیلی از افکار منفی و مثبتی در ذهن ما باشه که نیاز هست یک کسی بیای با نگاه واقع بینانه به قضایای ما ببینه، یک کسی که محرم ما هست برای حرفهای ما، میتونه در دلهای ما رو گوش بکنه و راه درست رو برای ما نشون بده، میتونه خیلی به ما کمک بکنه و دقیقا روند زندگی رو برای ما سهل میسازه. در لابلای صحبتتون اشاره داشتین به ویژگی های افرادی که یا سالمندانی که دچار افسردگی شدن، یعنی ما از چه راههایی میتونیم تشخیص بدیم افسردگی هم از خودش از لحاظ خفیف بودن و شدید بودن خب مراحلی داره. در واقع افسردگی شدید یکی از اون مراحل خطرناکی هست که ممکن است بعضی از افراد درگیرش شود. اطرافیان خصوصا فرزندانی که در کنار والدین عزیز خود قرار دارن، چه پدر چه مادر عزیز که در دوران سالمندی هستن، چگونه میتونن به صورت دقیق‌تر تشخیص بدن تو بتونن آنها کمک بکنن؟ حتی این مسئله مشوره گرفتن یا پیش مشاور رفتن هم یکی از کارهایی است که نیاز داره کسی که مسئولیت یا مسئول نگهداری سالمند هست این مسیر هموار بسازه. چون اشاره کردیم که سالمندان خب وضعیت اقتصادی خوبی ندارن، در واقع دست و بالشان بسته‌تر هست از همه جهات، و این کسانی که مراقب سالمند هستن باید این مسیر فراهم بکنن.
از چه رفتارهای سارمن یا گفتار سارمن یا واکنش‌هایی که از خودش نشان می‌ده یک فرد می‌تونه تشخیص بده که پدر یا مادرش دچار افسردگی یا ناامیدی هست؟ بله، خب اولین نشانه افسردگی تغییر خلق و خو هست. اکثرا سالمندان ما دیدین میگن طرف پیر شده، دل نازک شده، زیاد گریه میکنه. بله. دل نازک نشده، یک موضوع خیلی رنجش میده، حالا شاید خیلی حسرت ها دل داره که گریه میکنه. تغییر خلق و خو یک از نشانه بارز افسردگی است که ممکن است با گریه کردن خیلی زیاد، یا اکثر کسایی که پیر میشه خیلی پرخاشگر میشه، گریه کردن خیلی زیاد، پرخاشگری خیلی زیاد، تغییر اشتها، یا اصلا اشتها نداره، چیزی نمیخوره، یا اینقدر پرخور میشه که بهش پرشتهای عصبی میگن، یا اینقدر پرخور میشه، اینقدر میخوره که اصلا خودش اذیت میشه. دیدین اکثر سالمندانی که فامیلش ازش شکایت است میگه که زیاد میخوره، پرخوری میکنه، خودش اذیت میشه، خانواده را اذیت میکنه. یعنی بیشبود یا کمبودی هر رفتاری را که ببینیم نشانه خطر است. حالا اصلا که هیچ نخورم باید بفهمیم که حتما حالش خوب نیست، یا که خیلی بیش از حد پرخوری کنم بفهمم حالش خوب نیست. همه قسم در خوابش خیلی اختلال با وجود میایه، یا اصلا نمیخوابه، یا خیلی پرخواب میشه. در وزنش خیلی میبینیم دیگه که خیلی کاهش وزن پیدا میکنه، یا از اون طرف خیلی مثلا اگر دچار پرشته های عصبی شده باشه خیلی چاق میشه، وزن خیلی زیاد را میگیره، گوشگیر میشه، علایق خود به فعالیت هایی که سابق مثلا دوست داشت انجام بده از دست میده، از رفتن به مهمانی ها یا مثلا نشست و برخواستن با دوست ها، فعالیت هایی که انجام میداد دیگه دوست نداره انجام بده، حس و حالش نداره، افت انرژی خیلی زیاد پیدا میکنه، کل روز خسته و یک گوشه مثلا یا میشینه یا فقط میخوابه، خیلی بین افکار و گفتارش ارتباط ما نمیبینیم، مثلا ذهنشان در وسط حرف زدن قلف میشه. اکثرا دیدین یک موضوعی را میگه، باز یک دفعه میگه که از ذهنم رفت، ذهنشان قلف میکنه چون خیلی ارتباط هماهنگی بین افکار و زبانش وجود نداره. اینا همه علائم افسردگی است که ما میتونیم ببینیم. احساس گناه ما خیلی مفرد، البته احساس گناه یکی از نشانه های افسردگی خیلی پیشرفته است که حالا احساس گناه قدر فشار میاره تا طرف اقدام به خودکشی میکنه. اینا همه علائم افسردگی است که ما با دیدنش نباید ساده از کنارش بگذاریم. نباید بگیم خب پیر شده دیگه، آدم پیر که علاقه خود از دست میده، سنگین میشه، ایتم میشه، دلیل که رقم نیست. آدم تا زنده است علاقه خود به زندگی، به فعالیت، به دوست داشته شدن از دست نمیده. اکثر کسایی که پیر است از خود تنفر پیدا میکنه، همش از خود بدگویی میکنه. خب از یک احساس گناهی میه، یعنی حس تنفر. اینا رو باید خیلی اینی باریکی ها رو متوجه باشیم، نگذاریم در پای پیری و علایم پیری. نه، اینا درست از طرف پیر شده، اینا علایم مریضی است، علایم افسردگی است. درست. نکاتی که اشاره کردین در واقع یک سرنخ میتونه برای ما و مخاطبین ما که هر گونه مشکلی که در سالمندان ما هست تنها راهش این است که ما بریم پیش دکتر، یک چند نسخه دوا بگیریم و بخواییم رو درمان بکنیم. با تغییر در رفتارهای ما، سبک زندگی سالمندان، سبک زندگی خود ما، ارتباطی که با سالمند برقرار میکنیم و مسئله مهمتر که شما اشاره کردین، کمک گرفتن از یک مشاور میتونیم خیلی از مشکلات حل بکنیم، که انشالله در این نکته توجه عزیزانی که سالمندی دارن دارنده خانه را از شماشون خواهان هستیم. یک گزارش آماده کردیم، اگر اشتباه نکنم، بله، یک گزارش آماده کردیم در مورد ناامیدی در سالمندان، اگر موافق باشیم با هم ببینیم. درست. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. گزارش آماده هست، با همراهی شما میبینیم. یگانه چیزی که فعلا در افغانستان باعث ناامیدی و استرس در سالمندان افغانی ما میشه همین ترس از سانن فرزندانشان است، که در افغانستان اکثریت فرزندانشان در جبهات جنگی اونا از دست دادن و باعث از این شده که حتی خودشان در عین جوانی پیر شود. و گزینه بعدی ما عدم اطاعت فرزندان می باشد، که امی اکثریت فرزندان از فامیل خود عدم اطاعت می داشته باشن، اونا از سخنهایشان اطاعت نمی کنن، باعث از این میشه که سالمندان ما یا عمو طبقی
سالمند ناراضی باشن و ناامید شون از اینکه از حرفایشان اطاعت نمیشه. و گزینه بعدی هستن که اینا اکثریت فقر اجتماعی هم هست که مثلا اکثریت در عین جوانی پیر میشن به دلیل از اینکه خورد و خوراک کافی ندارن، مشکلات اقتصادی دارن و تغذیه مناسب نیستن، این باعث میشه که اونا هم در پیری زودرس مواجه شون. خب راهکاری که من به نظر من بهتر است اول این که در قسمت اول که ما گفتیم که فرزندان خودان از دست میتنی باعث ناامیدی و استرس در اونها میشن، باید در جمع باشن صحبت بکنن و به نحوی اما استرس خودان از بین ببرن با صحبت کردن و زیادتر در اجتماع باشن، گوشگیر نباشن. و همچنان راهکار دوم که عدم اطاعت فرزندان است، اینا باید راههایی را در پیش بگیرن که هم زمان فشار نبیارن بالای جوانان و نوجوانان خودن که یعنی بقبولانن که اصلا باید نظر من آهسته آهسته به مراتب میشه که امی نظریه خودم بالای فرزندان خودن بقبولانن. و راهکار بعدی هم که در مورد از این که ما گفتیم که فقر اجتماعی مشکلات از این است که باعث پیری زودرس میشن، اینا هم به نحوی باعث صدمه رساندن بر حالات روحی و روانی اکثریت سالمندان میشه. ولی با این هم با توجه به شرایطی که در همه کشورها هست، فعلا در شرایطی که ما قرار داریم هم در همه کشورها همسان هستن، چون مشکلات فقر اجتماعی باعث از این میشه که انسان اصلا ناامید و زندگی خود. ولی این هم میشه که باعث همیشه یادآور باشن که مثلا ما میتونیم از پس از این مشکلات بر بیاییم. در طبقه سالمندان ناامیدی استرس است، اول دو جنبه داره، یک جنبه روحی است که از نظر حافظه ضعیف میشن، روحیشان کم میشه، و جنبه دومش از نظر قدرت بدنی است که از نظر فیزیکی بدنشان یعنی تواناییشان کم میشه، به این خاطر اونها ناامید میشن. و یکی دیگه زمانی که پدر و مادر پیر میشه، اولادا خوب مکمل دخترها بچه ها به هر کس به خود زندگی میسازه، یا دخترها عروسی میکنن بچه ها عروسی میکنن، زمانی که اینا از والدین جدا میشن یک ناامیدی به دل پدر و مادر ایجاد میشه، چون اونها تنها میشن، خود تنها حس میکنن، باید همیشه با کنار والدین خود باشیم، خود تنها حس نکنن. زمانی که مثلا بچه ازدواج میکنه یا دختر ازدواج میکنه، باید به اونای روحیه رو بتده کنارشان باشه تا اونای حس نکنن که اونای تنها شوند، ناامید شوند. یکی باعث میشه، و دیگه زمانی که پدر یا مادر توانایی خود از دست میده از نظر فیزیکی، نمیتونه بر فامیل خود یک خدمتی کنه، این باعث میشه که روحی اونا ضعیف شه، اونا ناامید، یک فشار بالاشان ایجاد شوه. خب یکی از دلایلش این است که مثلا خلق و خویشان تغییر میکنه، احساس بیچارگی میکنن، احساس درماندگی میکنن، احساس بی‌ارزشی میکنن، یا که مثلا تنها میمانن، یا مثلا نسبت به قبل آهسته تر حرکت میکنن، نسبت به قبل آهسته تر صحبت میکنن، یا مثلا مشکل در تمرکز میداشته باشن، بعضی چیزها رو به زودی جذب کرده نمیتونن، یا مثلا فراموشی پیدا میکنن. اینا دلایل شده میتونن برای از اینکه سالمندان احساس ناامیدی بکنن، احساس بی‌ارزشی بکنن. نظر هموطنان از ما را شنیدیم در خصوص عواملی که ممکن هست باعث ناامیدی در سالمندان افغانستان باشه. یقینا هر کدام ما شاید بتانیم تشخیص بدیم که چه رفتاری یا چه موقعیتی ممکن هست سالمند ما را دچار افسردگی و ناامیدی بکنه. در خدمت خانم حسنی عزیز هستیم و قرار هست در خصوص این صحبت بکنیم که آیا جنسیت میتونه روی ناامیدی و افسردگی سالمندان تاثیرگذار باشه. خانم حسنی عزیز، خب تا جایی که ما میفهمیم خانوما آسیب پذیرتر از مرد هستن، حالا نه که بگویم ضعیفتر هستن، نه، چون خانوما بیشتر عاطفی هیجانی هستن، مردم عقلانی منطقی. بله، خانوما در معرض افسردگی در سالمندی بیشتر قرار دارن، از طرفی مردا هم نمیتونیم بگویم که آسیب ناپذیر هستن. خب هر کدام ویژگی خاص خود داره. خانم چون راحت تر درد دل میکنن، راحت تر مشکلات خود بیان میکنن، خیلی راحت تر درخواست کمک میکنن. خب میتونه که از اینکه دچار افسردگی شوه اینا را دورتر نگاه کنه. آقایان چون سخت و سفت هستن، خیلی مثلا کمک خواستن دوست ندارن،
حالا یا خیلی سختشان است یا نمیفهم به خاطر ویژگی های شخصیتی که دارن خیلی دوست بروز ندارن که بله بروز نمیتن، خیلی راحت درد دل نمیکنن، خیلی راحت گریه نمیکنن، عقده دل خدا نمیشانن. میشه از این طرف بگوییم که حالا آقایان خیلی بیشتر در معرض افسردگی قرار دادن، خیلی نمیتونیم که برشان نمره تعیین کنیم که حالا مثلا اینقدر فیصد خانم ها دچار افسردگی میشه اینقدر آقایان، هر کدومش ویژگی خود داره. ولی خانم ها حساس تر است، خانم ها جنس لطیف و نازک هستن که مثلا حالا با یک دیدی مادر بزرگا با یک اخم مثلا دختر یا پسرش زیر رو میشه، دلش مشکنه، گریه میکنه که من همه سالها زحمت کشیدم بیبی با من این رقم میکنه. ولی مردا خیلی واقع بینانه تر به مسائل نگاه میکنن، خیلی مثلا هر رفتار اذیتشان نمیکنه. نمیتونیم خیلی دقیق بگوییم، هر کدامش ویژگی خود داره، هر کدام ظرافت های خود در مقابله با افسردگی داره. ولی کلا خب اگه بخوایم به خانواده توصیه کنم حواسمون بیشتر به کدامشان باشه، حالا نه که تبعیض جنسیتی قائل شوم، خانم خیلی حساس تر هستن، مادرای ما خیلی قلب پاک و مهربان داره، اما رقمی که خودشان بدون هیچ توقعی در بچگی بار ما را به دوش میکشن، با تمام وجود محبت میکنن، همون رقم در دوران سالمندی توقع دارن. بله. خیلی زود میرنجن، خیلی زود دلشان مشکنه و هر قدر که بیشتر اینا دلشان برنجه، هر قدر که بیشتر بشکنه، هر قدر بیشتر فکر کنه زحمت های ما هدر رفت، این همه زحمت کشیدم، جوانی ما گذاشتم، این کدوم و کدوم، حالا چی شد نتیجهش، بیشتر اینا رو به سمت افسرده شدن پیش میبره. یقینا بله، این مسئله رو داریم و فکر میکنم که بیشتر مخاطبین ما با این موضوع آشنا هستن که یک تفاوتی در روحیات زنان و مردان وجود داره و میطلبه که با هر دو طرف در واقع با او احترام و کمال مهر و محبت برخورد بشه. خب هر دوشان در زندگی ما نقش داشتن، اگر نبودن و بزرگان ما هم حضور نداشتیم، چه خواسته که حضور مفید باشه. بله خانم حسین، یک نکته ای که باید یادآوری شوه ای که ما سالمندان خود دوست داشته باشیم و ابراز کنیم خیلی برای اونا مهم است. یعنی شاید در طول زندگی در میان سالی و جوانی خیلی برشان اهمیت نداشته باشه که فرزندان مرا چقدر دوست داره، فامیل چقدر مرا دوست داره. سالمندانی که حس کنن محبوب نیستن خیلی دچار رنج میشن، یعنی بیشتر از زندگی خسته میشن، بیشتر با مردن فکر میکنن. من یادم است یک مراجعه داشتم، پیرمرد بود، بنده خدا میگفت که دوست دارم که در یک کوه برم زندگی کنم، هیچ کس نبینم، یعنی خیلی از افسردگی از تنهایی رنج میبرد. پرسیدم که حالا چی شده مثلا اولادایتون؟ گفت که من میفهم مرا دوست ندارن. یعنی باید محبت را که داریم در قلبای ما نسبت به سالمندان ما باید ابراز کنیم. هر قدر سالمندا فکر کنه دوست داشتنی تر هست، محبوب هست، حالا مهم و محترم است، اونا با قدر احساس سرشاری، احساس خوب بودن، احساس ای که اضافی نیست از سرشان دور میره. خیلی خوب است. فکر میکنم این کلمات و این واژه ها خیلی شاید راحت باشه خانم حسنی عزیزی که دست مادرت بگی خب تشکر که بر من زحمت کشید. بله. یا پدرت اگر تو نبودی من نبودم در جایگاه. یعنی خیلی از عبارات ساده هست که به صورت غیر مستقیم بیان میکنه که ما به شما علاقه داریم، قدردان زحمات شما هستیم. یعنی اون چیزی که در این مسیر برای ما خرج کردین تلاش میکنیم که 10 برابرش برای شما برگردانیم، که یقینا شاید ممکن نباشه، ولی یعنی که در عبارات میاریم به گفته شما قوت قلبی هست برای سالمند که نیاز داره. اما یکی از اون مشکلات یا اختلالاتی که در سالمندان موجود داره مسئله استرس هست. زندگی مردم افغانستان خب کلا با استرس هست، یعنی چالشی هست که متاسفانه فر روی همه ما هست، چه شاگردان که در مکتب هستن، دانشجوهای ما، خانومی در خانه، مردی در محیط کار و سالمندان ما متاسفانه با این امر درگیر هستند. مثلا استرس در زندگی سالمندان اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم و او را رفت بتیم به جایگاه افسردگی. بله خب استرس چندین عوامل داره. خب حالا دیگرهای شبانیم میخواییم که همی به جامعه خود ما بیشتر روی سالمندان جامعه خود ما گرد بزنیم. یک از عوامل استرس ژنتیک است. مادران بارداری که در وضعیت جنگی مثلا حالا حمل میگیرن، وضع حمل میکنن، ما اصلا به قول یک همکار ما، یک روانشناس آقای دکتر خلعتبری، میگفت ما وارثان استرس هستیم.
یعنی بله از زمانی که نطفه ما شکل میگیره در شکم مادر هستیم در کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، از اونجا استرس ما میگیریم، با استرس تولد میشیم، حالا با استرس جریان زندگی با چقدر سختی ها زندگی میکنیم. در دوران سالمندی خیلی استرس اذیت ما میکنه، یعنی ما اصلا قشنگ زمینه گرفتن استرس داریم، با خود آوردیم کم کم. حالا در دوران پیری خیلی ضعیفتر میشیم در مقابل استرس، که حالا بازم سلامت جسمانی ما، وضعیت روحی ما، وضعیت اجتماعی ما، وضعیت اقتصادی ما، همه اینا تاثیر داره روی ازی که استرس ما مثلا چقدر بالا میره. خانواده، دوباره میگم خانواده خیلی مؤثر است. خانواده روی که ما چقدر مثلا مضطرب باشیم، چقدر آرامش داشته باشیم، خیلی نقش اساسی داره. در دوره سالمندی حالا علایم و نشانه های استرس هم که براتون بگویم، دست و پا عرق میکنه مثلا، حالا تنفس خیلی شدید و خیلی تند به تند داریم ما دیگه. حتی خیلی از علائم های جسمی، بیماری های جسمی که سالمندان ما دچار میشه، میره دکتر میگه هیچ مشکلی نداری، همش به خاطر استراب و استرس است. مثلا اگه بگیم دستگاه گوارششان، سوزش معده، حالت تهوع، یبوست، قبضیت، شخ شدن عضلات، گرفتگی گردن، سردرد های تنشی، سیاهی و کبود شدن چشما، سرگیجه، اینا همش علائم استرس است. از طرف کابوس های شبانه، تمرکز و توجه خود از دست میده، حافظهشان خیلی ضعیف میشه. استرس و استراب رابطه مستقیمی با آلزایمر داره. سالمندانی که خیلی زندگی مضطرب دارن، اینا بیشتر در معرض خطر آلزایمر قرار دارن. یعنی خیلی خطرناک است بر سالمندان ما، میتونه تمام سلامتیشان، تمام خوشی زندگیشان تحت شعاع قرار بده استرس، که حملات پانیک سرشان دیدین بعضی وقتا میره یک سالمند همش گراف قلب میگیره. هر دفعه میره گراف قلب میگیره، دکتر میگه قلبت مشکل نداره. دوباره خانه میایه میبینه که ضربان قلبش بسیار تند شده، میگه نه امکان نداره، من حتما قلبم مشکل داره. باز میره گراف قلب میگیره، دکتر میگه نه تو حالت خوب است، قلبت نرمال است، مشکل نداره. اینا همشون علائم استرس و استراب هستن، نشانهایی که میتونه زندگی یک سالمند بسیار خطرناک بسازه، میتونه بسیار خسته کن بسازه. به اشتهایی هم نشانه استرس بسیار زیاد است. حتی دلبدی، حالت تهوع و استفراغ. اکثرا میرن، اکثر کسایی که تکلیفی میده داره پیش دکتر میره، اونا دکتر صاحبا در کناری که دوا برشان میته حتما با مشاور روانی ارجاع میده. حالا در افغانستان فکر نکنم خیلی شایع باشه، جا افتاده باشه، ولی در کشورهای دیگه اکثرا همین کارا میکنه. ما درست است که خود ما تشخیص بدیم، میگیم بله. فکر بکنیم که، یعنی فکر میکنم این برنامه ها باعث میشه که سطح آگاهی ما نسبت به خیلی از موضوعات بالا بره، آگاهانه تر اون مثلا پیش مشاوری، پیش دکتری اگر مراجعه میکنیم، یا حتی اگر محصولی میخوایم بخریم میتونیم آگاهانه تر رفتار بکنیم. صحبت هاتون باقی مان. خانم حسنی عزیزم و همکارم اشاره میکنن که فرصت ما با شما به پایان رسیده. برای شما سلامتی دارید. زنده باشین خانم حسینی. زنده باشین. تشکر خاص میکنم از همراهی گرم شما بزرگواران. تصاویر زیبایی از طبیعت آماده هست، با همراهی شما میبینیم، برمیگردیم.